شاعر میفرمایند که پیشرو فدایی اگه جفت بشن دیس زد بازی میرسه به اوج پسر. احتمالاً پشمای همتون ریخته از حمایتی که فدایی از پیشرو کرد سر دیس قابیل. بریم ببینیم که جریان چیه. سلام به همه موزیکبازای خفن، چطور متورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون. احتمالاً یعنی امیدوارم که هم ریاکشن دیس حابیلی دیده باشین، هم ریاکشن دیس قابیلو و هم ویدئوهای قبلی ترش. توی این ویدیو میخواییم یه جنبندی اولیه کنیم برای ترک های حابیل و قابیل که بفهمیم بالاخره کی کیو کشت. خب اولی که کل این جریاناتی که اتفاق افتاده توی یه هفته، زیر یه هفته اتفاق افتاده که میشه گفت تقریبا هفته پربرکتی بود برای رپ فارسی. اولش هم با ترک دیگه بسته برو از آلبوم سینا بود که کامل توضیح دادم توی ویدئوهای قبلی کانال. اگه ندیدین حتما ببینید بالا این علامت تعجب رو اگر بزنید براتون باز میشه که اون ویدئو رو برین ببینید. تایتلش رو میگم اثر منفی دو کامین سونه. بعدش توی کلاب هاست یه صحبت حاشیه‌ای به وجود اومد که همه فهمیدن یه دیسترکی از طرف ام جی تو راهه که من خودم حقیقتا فکر کردم ام جی فیت با سام ویلسون، چون ویلسون هم قبلا یه صحبتایی کرده بود که مثلا من پول میگیرم دیست کنم و من منتظرم حق فیتمو بدن و این داستانا. نمیدونم چی شد اون قضیه. کلا ویلسون فکر کنم از قبل از ماه رمضان داره یه دیس جمع میکنه، حالا خدا میدونه به کی برسه اون دیسه. ولی بذار بریم جلوتر، حالا این هم بهتون میگم. بعد از این قضیه وایسای رضا پیشرو توی کانالش تلگرامش که تا اینجا همه رو مفصل با اون دیسای تصویری که سراب ام جی داد، یعنی استوری گذاشت با دیسی که سیناب گذاشت و گذاشتم توی همون ویدیو کامل توضیح دادم مفصل، اصلا اون ویدیو کامل راجع به این حواشیه. بعدش سیناب و علی اوج اومدن یه دیسترایت دادن به نام 021 پخش کردن که نسبت به حابیل و قابیل اصلا نمیشه گفت دیس قدری بود خدایش. پس فرداش که میشد پریروز ترک حابیل پخش شد از سراغ ام جی که به جرأت به نظر من، حداقل حالا نمیدونم نظر شما چیه، توی کامنت ها بنویسین بچه ها، که به نظر من یکی از قدرترین و خفنترین دیسایی بود که سراغ ام جی تا الان منتشر کرده بود. اول پیشرو گفتش که من جواب نمیدم، حالا چی پیش بیاد، مثلا یکی اسپانسر شه هزینه بالایی بکنه مثلا میام جواب میدم، چون این دیسی که سر ام جی داده جواب 15 سال پیشه، جواب دیس 15 سال پیش من، جواب مثلا چغال نامه است. این چغال نامه رو تو ذهنتون داشته باشین. آخر ویدیو میخوام یه نکته ای بگم راجع بهش که اصلا شاید برگاتون بریزه دوباره. اما زیر 48 ساعت پیشرو اومد یه دیس بک بس، یه دیسترک بس به اسم قابیل که بعد از مدت ها، یعنی اون عصبانی، اون خوی وحشیگری پیشرو رو دوباره هممون دیدیم و شنیدیم که خیلی خفن بود. حالا قضیه از اینجا جالب میشه، یعنی جالب تر میشه که اشکان فدایی از ملتفت میاد این دیسی که رضا پیشرو به زد بازی داده رو استوری میکنه و یه جورایی حمایت خودش رو علنا اعلام میکنه. به قول معروف دشمن دشمن من دوست منه. حالا فدایی هم یه همچین دلیلی احتمالا داره برای خودش. رضا پیشرو میاد استوری که فدایی ازش حمایت کرده بود و استوری میکنه. این بده اینجاست که کم کم ذهن مریض ما میگه اگه این دو نفر با هم دیگه فیت بدن و اون ترک زدبازی رو دیس کنن چی میشه اون دیسترک. یعنی اصلا نگیم براتون، حالا به نظر شما احتمال فیت این دوتا غول دیس تو زمینه دیس، انصافا جفتشون غولن، چند درصد احتمالشون؟ هر دوداشون درباره زدبازی یه نگاه تقریبا مشترک دارن و اگه فیت بدن میشه جز پشم ریزون ترین فیتی که تا حالا شنیدیم. مثلا یه چیزی تو مایه های چرابدی از زدبازی و هیشکی است، یا راکاچاک از پیشرو هیدن، یعنی چیزی که اصلا انتظارش رو نداریم. ولی موافق فیتشون هستی یا مخالفی توی کامنت ها بنویس. یه نکته خیلی جالبی هم که توی پیجا و کانالهای رفی دارم میبینم این چند ساعت اخیر
حالا من این ویدیو رو دارم ساعت 9 شب ضبط میکنم. در مورد تایم ضبط دیسترک قابل یکم اختلاف نظر وجود داره که واقعا اون استوری که دیشب پیش رو گذاشته، یعنی واقعا دیشب وکالش رو ضبط کردن و توی همین دو روزه جمع شده و در جواب حابیله، یا نه تمام این حاشیه ها از قبل هماهنگ شده است، اون ویدئویی که دیشب استوری کرده رو قبلا گرفته و دیشب منتشر کرده، یا چیه داستان، یکم مشکوکه. چرا اینو میگن؟ توی ویدئویی که دیشب پیش رو استوری کرد تقریبا میشه گفت ریش نداره یا حداقل خیلی کوتاهه، اما توی ویدئویی که امروز منتشر کرد، نمیدونم توی کافه و توی رستوران بود، تقریبا ریشاش بلند بود. شما چی فکر میکنید؟ حالا من ویدئوها رو میذارم اینجا، الان بذار با هم دیگه ببینیم مثلا چه کاریه. بذار بیارم نکن این استوری دیشب پیش روه. چه بخاری داره دردروم میکنه، یه رمه یه دهن ابی هم اومد اینجا نکن. دیدی؟ مارادونا لوس آمیگوس. خب این بود. حالا بریم سراغ استوری که امروز گذاشته پیش رو. نکن نکن ریشاد اینجا رو. حالا کدومه؟ قابل قابل کش، قابل حابل کش، قابل باز حابل کش. یکم مشکوک میزنه. حالا من هم عکسش رو میذارم هم دورش خط میکشم که بهتر و واضحتر ببینیم. حالا نمیدونم نظر شما چیه، شما چی فکر میکنین؟ رپ فارس الکی و الکی همه کل کلاش، یا نه این استثناء، این واقعی و این استوریام این استوریام به خاطر مثلا اون زاویه نوری که توی استودیو هستش، توی مثلا فضای باز هستش، از این داستان هاست؟ نمیدونم، خوشحال میشم نظرتون رو کامنت کنید. واقعا جریان خیلی شبه برانگیزه. آقا میخواستم این نکته رو بگم آخرش که گفتم چغالنامه، حد میزنی که کاور چغالنامه رو، دیسترک چغالنامه رو کی زده؟ 10 ثانیه بهتون وقت میدم که حد بزنید، توی کامنت ها بنویسین، بعد عکسش رو میذارم. داره 10 ثانیه میره. 3 2 1. اگه الان تا الان حد زدی یا میدونستی توی کامنت ها بنویس، اگه نمیدونستی کاور ترک چغالنامه رو پارسالیپ زده. یه پیام دارم برای پارسالیپ عزیز. دمتون گرم که تا آخر دیدید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اون چیزایی بود که تو این تا این لحظه اتفاق افتاده و جالب بود. انصافا رپ فارسی به این دیس و دیس بک بازی کلن، این شاید بشه گفت کلش حاشیه است دیگه، ولی نیاز داره، حال میده، چون میگن گرم میکنه فضای بازی. و یه نکته دیگه ببندم ویدیو رو، من حس میکنم که سارمجای بازم یه دیس میده. حالا شما چی فکر میکنید؟ نمیدونم، اما من حس میکنم دیس میده، اما تنها دیس نمیده، با یکی میاد، یا با مراد هیدن میاد یا با ویلسون، که هر کدومش باشه اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه. ویلسون چرا؟ چون ویلسون بعد از اون اثر منفی دیگه اصلا در مورد پیشرو توی ترکاش حداقل دیسی نداده، دیسی که مثلا قابل توجه باشه نداده. و مراد هیدن هم اگر همچین کاری بکنه، یعنی راکاچاک کلن میره زیر سوال، و اینم در نوع خودش عجیب و پشت میزونه. آقا خیلی چاکریم، تا یه دیس و دیس بک دیگه فعلا. به مرتضی علی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مولا ولت نمی کنم. تو داشی نهی تایتون گم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار.